آموزش امروز ما رنگین پلو، فوق‌العاده غذای خوش آب و رنگ، خوشتم و خوشمزه. میریم کار آموزش امروز رنگین پلو رو با هم شروع کنیم. سلام عزیزان، مجددا با کانال آموزش آشپزی امریکتی مهمون خونه شما شد. امروز تصمیم دارم یه پلو مخلول یا پلو قاطی فوق العاده لذیذ و خوشمزه که اون چیز نیست جز زنگی پلو آموزش بدم به شما دوستان. ببین عزیزان، یه موقع میشه که ما از غذاهایی که به اصطلاح روزمره استفاده میکنیم برامون روتین و عادی میشه. به خاطر این غذاهای مخلول تنوع خیلی خوبی توی برنامه غذایی روزانه ماست. پس وقتتون رو نمیگیرم، بریم بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزش امروز رو شروع کنیم. مواد اولیه رنگین پلوی ما، من این غذا رو امروز میخوام برای 3 نفر آماده کنم. حدود 2 پیمون و نیم برنج حدود 1 ساعت پیش پریز کردم و با نمک، به این دلیل که این غذا رو همیشه به صورت کته درست کرد و هم به صورت کته برگردون. من تصمیم دارم این غذا رو به صورت کته برگردون درست کنم که طبیعی کم داشته باشه. نرمالش اینه که به ازای هر نفر 100 گرم گوشت چرب کرده. من اینجا 250 گرم گوشت چرب کرده دارم. به چه دلیل؟ چون که مواد دیگه هم بیاد اضافه میشه، به همین دلیل 250 گرم گوشت چرب کرده استفاده کردم. نخود فرنگی 2 پیمانه که من این نخود فرنگی ها فریز بود، شستم و آماده است برای آبپز شدن. هویج 2 عدد یا 1 پیمانه. فلفل نصف پیمانه یا ببینیم من 1/4 رو فکر کنم استفاده کنم. پیاز 1 عدد متوسط. زعفران به میزان لازم. ادویه‌ام شامل نمک، زردچوبه، فلفل، پودر کاری و دارچین. دارچین نهایت 1 قاشق مربا خوری برای اون عطر و بوی خوبیه که به غذا میده. خب اولین مرحله من چیکار میکنم؟ همیشه توی آموزش قبلی به شما گفتم وقتی میخواین نخود سبز رو آبپز کنی، ابتدا داخل یه قابلمه آب بریزی، کمی نمک بریزی تا آب با نمک بجوشه. وقتی جوشید بعد این نخودا رو داخل آب بریزی. به چه دلیل؟ به این دلیل وقتی که به این شکل شما نخوداتون آبپز کنی، همون سبزی نخود میمونه و به هیچ وجه این نخودام از پوستشون جدا نمیشه. ولی توجه کنی حتما بعد در قابلمه رو یک بار بزنی تا اون آب از داخل قابلمه سبز نشه. رو نگینه خرد کردم و داخل روغن ریختم تا سرخ بشه و شما میتونید کمی کره بریزین، ولی من نرمال کره رو زمانی که برنج کته برگردو میکنم برای عطر و بوی خوبش داخل پلو میریزم، برنجمو میریزم. خب نمیخوام خیلی پیاز حالت پیاز داغ بشه، کم که رنگش تغییر کنه و کاراملی بشه کافیه. توی فاصله هویجانم حالت نگینه خرد میکنم، هویجانم اضافه میکنم، 5 دقیقه تفت میدم، بعد گوشت چرخ کرده. حالا مرحله به مرحله نشون میدم وقتی مواد رو اضافه میکنم. بعد توی این فاصله هم نخود فرنگی رو باشم آبپز شه. نمیخوام خیلی نخود فرنگی رو بپزه، در حدی که له بشه، در حدی که نیم پز رو به پخ بشه کافیه. پس میذارم تا پیاز به اون مرحله برسه، بعد میارم هویجانم اضافه میکنم. پیاز به این مرحله رسیدن، هویجایی که نگینه خرد کردم حدود 1 پیمانه. 5 دقیقه اجازه میدین تا بیپا پیاز تفت بخوره. ببینید دوستان، اگه عجله دارین و میخواین یه غذای فوری آماده کنین، میتونی زمانی که دارین این بسته سبزیجات رو آماده میکنی، مایه گوشتیتون رو آماده میکنی، میتونید تو اون فاصله برنجتون هم بذارین آماده شه. نهایت 1 ساعته همزمان آماده میشه. ولی من چون زمان دارم و فرصت دارم، بعد از اینکه کاملا این گوشت و سبزیجاتم حاضر شد، برنجم جداگونه میخوام آموزش بدم، اون فاصله نشون میدم. ولی این غذایی که فوق العاده زمان کمی میبره و خیلی لذیذه. از زمان شروع تا اتمامش نهایت 1 ساعت تا 1 ساعت. پس 5 دقیقه هویجا با پیاز تفت میدم، مرحله بعدم گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. بعد از 5 دقیقه گوشتم اضافه میکنیم و با پیاز و هویج تفت میدیم تا کاملا بوی خامش گرفته شه و تغییر رنگ بده. وقتی که گوشت چرخ کرده میریزیم، همیشه بهتون گفتم تون دوتون با قاشقتون گوشت رو باز کنید تا حالت گوله نشه. به دوستان، میتونید شما اگر دوست داری این غذا رو فقط با زعفرون درست کنی، میتونی با روغن درست کنی.
من ابتدای مواد اولی داشتم گفتم فراموش کردم اینو توضیح بدم. یه قاشق غذاخوری میتونی ربعم استفاده کنی. من دو حالت رو درست کردم منتها به نظرم با رب خوشتمتر میشه، با زعفرون خوشتمتر میشه، ولی از لحاظ طعم با به نظرم با رب خوشتمتر میشه. خب حالا وقتی که گوشتای چرخ کرده به این مرحله رسید، حالا ادویه را اضافه میکنیم. نمک، زردچوبه، فلفل، پودر کاری. زردچوبه را اضافه کنید تا کاملا به خورد مواد بره و عطر و بوش توی فضا آزاد بشه. دارچینم داشتیم، دارچین رو من آخرین مرحله میریزم. حالا بعد از که کاملا گوشت تغییر رنگ داد، میام توی این فاصله چیکار کنم؟ نخود فرنگی که آب پس کردم و داخل آبکش ریختم و آب اضافهش خارج شده، نخود فرنگی و در نهایت یک چهارم فلفل سبز اضافه میکنم. نخود فرنگی بعد از اینکه آماده شد، نخود فرنگی هم داخل بقیه مواد میریزیم، یه تخت میدیم و در نهایت فلفلایی که حالت نگینه خود کرد. در نهایت فلفل دلمه‌ای هم اضافه کردم. ببینید دوستان، کاملا سلیقه شما، میتونید قارچ و ذرت آبپز هم اضافه کنید، ولی اگر اضافه هم نکردیم با همین مواد هم فوق العاده اون غذا خوشمزه و لذیذ میشه. گفتم یه قاشق رب هم اضافه میکنم، تف میدم تفت میدم و حالا اون یه قاشق مرب خودی دارچین هم اضافه میکنم. حتما وقتی که رب و داخل غذا میریزیم حتما سرخ کنی، هم رنگ بکنه، هم که طعم و عطرش داخل غذا مورد نظر بره. زردچوبه، زعفرون حدود 4 قاشق مربا خوری یا 2 قاشق غذا خوری زعفرون هم میریزیم. نمک هم همقدر کافی بود، چون برنج اونم با نمک پیس کردیم. دیگه این غذا نیازی نداره بخوایم آب بریزیم به جوش داخل آب، برای اینکه کت برگردونه آخرین مرحله که داره آب برنج کشیده میشه این مواد رو داخلش میریزیم. یا حتی اگه کته سادم بود، وقتی که برنجتون جوشید و داره آبش کشیده میشه این مواد هم اضافه میکنیم تا با اون مواد با برنجمون بپزه و مخلوط بشه کاملا. یه حدود 5 دقیقه با حرارت کم میذارم و تموم خاموش میکنم. وقتی داره آب برنج به این شکل دیگه کامل کشیده میشه، میارم مواد رو داخل آب برنج میریزم، داخل برنج میریزم و کاملا با برنج مخلوط میکنم. فقط زیاد زیر رو نکنید که باعث میشه برنجتون وابره و حالت شفته بشه. خب توی فاصله هم چیکار میکنم؟ کدیکم هم آماده میکنم. داخل ظرفی که میخوام برنج رو برگردونم، انتهاش روغن، آب، کمی زعفرون و کدیک مورد نظر. کاملا سلیقه‌ایه، میتونید نون لواش، میتونید نون تافتون، حتی سیب زمینی، کاملا سلیقه‌ایه. خب بعد از اینکه تمام سطح قابلمه رو تدیک و برنج رو چیدم برای تدیک شدن، حالا اجازه میدم تا آب اضافه برنج کشیده شه و برنج رو داخل قابلمه برمیگردونم. که کاملا آب برنج کشیده شد، وقتی قاشق رو تای قابلمه میبریم
به هیچ وجه برنج ته قابلمه نچسبه، ولی آبی هم داخل قابلمه نمونده باشه. حالا میاریم داخل قابلمه مورد نظر مواد گوشت برنج رو میریزیم. فوقلاده خوش عطر، خوشبو، غذای خوشمزه و نسبتا ساله. چون کت برگردونه الان من بیام این سم که دستم باعث نشه بیت گرفته بشه. خب چون که حالت کت برگردونه دیگه نیاز نیست منتظرشین تا بخار بلند شه روغن رو بدیم. دو تا قاشق زعفران دم کرده، روغن یا کره در نهایت دم کنی، سرپ دیگه غذای ما آماده میشه. خب حالا من در قابلمه رو میذارم، این فاصله من روغن کرش هم میریزم و دم کنی هم میذارم. ابتدا 10 دقیقه حرارت رو بالا میذارم به این دلیل که تدیکمون کاملا سرخ بشه و طلایی بشه. حرارتم کاملا زده بالا، روغن رو ریختم در ساعت که دوست داشته، میتونی کمی هم کره بریزی. حالا دم کنی رو در قابلمه و حرارت شعله رو کم میکنم. سروپ دیگه غذای ما آماده است. آموزش غذای امروز ما تموم شد. اینم از غذای آماده شده امروز ما. آموزش امروز غذای من رنگین پلو تموم شد. امیدوارم این پلو مخلوط فوق العاده خوشمزه لذیذ رو درست کنی و کنار عزیزت میل کنید. لطف کنید کانال آموزش آشپز امیرکتی هم اشتراک گذاری کنید تا یه آموزش بعد و برنامه بعد همگی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.